پوشیدن گند افغانی یا لباس سنتی افغانی از دیر زمان در افغانستان مروج است. در این اواخر پوشیدن این لباس ها از سوی زنان و مردان افغان بیشتر رایج شده است و این گونه لباس اکثرا در محافل خوشی و مناسبت های خاص استفاده می شود. دیزاین های مختلف لباس های افغانی زنانه و واسکت های مردانه بیشتر در بین جوانان مروج شده است. رشاد احمد و عبدالحمید دو تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این لباس های سنتی افغانی است که علاقه مند زیاد دارد. نه واسکت هایی که روزه دی می پوشیم باز به محفل باز میای واسکت افغانی می گیریم. افغانی کلیدی پا ودو که خلق استعمالی. چون که مرک خلقو همیشه در کلی استعمال ولی مو کلتور انانات و نو اوس صرف اگر نکنی کنه پاتی دی کنه پا بادو که خلق استعمالی. در بازارهای صنایع دستی کابل تعمیرهای مفشن و جدید به چشم میخورد که برای دوکاکین فروش صنایع دستی افغانی و مخصوصاً برای فروش لباس‌های افغانی اختصاص داده شده است. لباس‌های سنتی افغانی انواع زیاده دارد. رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف نظر به مد روز در دوکاکین صنایع دستی لباس فروشی دیده می‌شود که صدها افغان مشغول ساخت این نوع کالا می‌باشند. عبدالشکور و نور محمد دو تن از فروشندگان این نوع لباس‌ها به رادیو آزادی گفتند نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از کشور نیز این نوع لباس‌ها علاقه‌مندان زیادی دارد که نظر به فرمایش و خواست مشتری برای آنها از این لباس‌ها فرستاده می‌شود. می خریدنش خو می‌خرند خو اضافه تر ضرورت افغانان ما شما یه خواست لباس فرهنگی سنه ای پوشیده میشه در روزای خوشی داشتن باشند. دا باز خلق خدا د خینیش په لپاره م دوري دا څوک نه کروزش پکې دی نه کروزش په لپاره وړي او د خارج ته وړي خلک درته موږ فرمایش کمیسونه جوړو خو ډیزاین نه جوړو موږ لته یغه کوو په دکان کې ډیزاین نسته دا ډیزاین څه خوخ کی مثلا کې ته کې رنگ ته تغییر ورکی یا وګدي کې لاندې کې موږ به دا کمیسونه ته فرمایش جوړو. فصل بهار، تابستان و اوایل فصل خزان فرصت بسیار خوب برای برگزاری محافل خوشی در افغانستان بوده و پوشیدن لباس‌های سنتی افغانی در شب‌های خینه و عروسی به یک فرهنگ مبدل شده است. این لباس‌ها بیشتر با کلاه‌های مخصوص و زیورات قدیمی افغانی پوشیده می‌شود. لباس‌های افغانی با سبک خاص دوخته شده و چرم‌دوزی نیز جزء اساسی این لباس‌ها به شمار می‌رود که با مهارت خاص روی تکه دوخته می‌شود. الیاس صالح، رادیو آزادی.